کنست پارلمان اسرائیل روز دوشنبه گذشته قانونی را تصویب کرد که به موجب آن صدها میلیون دلار از درآمدهای مالیاتی فلسطینی ها به علت کمک مالی تشکیلات خودگردان فلسطینی به خانواده مهاجمان فلسطینی که خانواده شهدا نامیده میشوند مسدود می شود. گزارش این باره. به موجب این قانون مبالغی که تشکیلات خودگردان فلسطینی به صندوق موسوم به صندوق شهدا پرداخت می کند از مالیاتی که اسرائیل از جانب تشکیلات خودگردان فلسطینی جمع آوری می کند کسر خواهد شد آوی دیچتر رئیس کمیته خارجی و دفاع در پارلمان و یکی از دندگان این قانون گفت خانواده های های مهاجم به راحتی به این منابع مالی دسترسی دارند دسترسی به منابع مالی این تشکیلات فلسطینی ها بسیار آسان است فقط باید در حمله به اسرائیل ها بازداشت و یا کشته شوید آن وقت مقرری میگیرید نماینده احزاب مشترک عرب در پارلمان این قانون را نفرت انگیز خواند تصویب این قانون بحران مالی تشکیلات خودگردان فلسطینی را تشدید خواهد کرد که همکنون با قطع کمک های مالی آمریکا مواجه است. اسرائیل مدت هاست که از فلسطینی ها خواسته است این مقرری ها را قطع کند حدود 35 هزار خانواده فلسطینی که عضوی از آنها در تنش ها با اسرائیل کشته شده اند مقرری می گیرند اسرائیل می گوید این رویه به افزایش خشونت دامن می زند فلسطینی های مشمول دریافت مقرری خانواده های بمبگذاران انتحاری و یا دیگر فلسطینی هایی هستند که در حملات مرگبار علیه اسرائیلی ها شرکت کردند با تصویب این قانون اسرائیل 330 میلیون دلار آمریکا از بودجه 5 میلیارد دلاری تشکیلات خودگردان فلسطینی ها در سال جاری 2018 کسر خواهد کرد. فلسطینی ها میگویند درآمد مالیاتی که اسرائیل در راسته توافق قبلی جمع آوری می کند متعلق به فلسطینی هاست و تشکیلات خودگردان حق دارد به هر صورتی آن را در اختیار فلسطینی ها قرار دهد. <applause> اسرائیل منابع مالی فلسطینی ها را سرقت می کند. این پول آنها نیست که برایش تصمیم بگیرند. اگر ما آزاد بودیم، نیازی نبود که اسرائیل برای ما مالیات جمع وری کند. این قانون با 87 رأی موافق و 15 رأی مخالف از مجموع 120 رأی به تصویب رسید. کاوی عدیب، صدای آمریکا.